خبر خیلی مهم و داغ برای تمام کشاورزان و باغداران. دوستان خوبی من، اگر درختان شما در سال قبل و سالهای قدیم حاصل نمیداد، یک مشکلی بسیار مهم وجود داره که شما او را باید در جریان فصل پاییز یا خزان رفع کرده باشین، که اگر شما همین نقطه خیلی کوچیک و بسیار مهم را در نظر بگیرین، سال آینده بسیار درختان شما پرحاصل میشه. پس با یک لایک زدن بریم سراغ آموزش. سلام و درود به یک و یک شما خوبان و عزیزان. قربان آزاد هستم و خوش آمدین به کانال باغبان آزاد. دوستای خوب من، یک چیزی که من بر شما میگم او استفاده از فروتسید هست. استفاده از فروتسید 4 فایده بسیار مهم برای درختان شما داره که چی کار میکنه. وقتی که شما از این محلول فروتسید استفاده میکنین، چه طبیعی یا دستساز خود شما جور کرده باشین یا اینکه توسط کدام شرکت دیگری تولید شده باشه، و حداقل 7-8 تا از عنصر مواد غذایی در ترکیبش باید باشه. و اینا چی کار میکنه با درختان شما؟ 4 فایده ای که برای درختان شما داره، اولین فایدهش چی هست؟ جذب مواد غذایی به پندک ها و جوانه های گل که برای سال آینده برای شما میوه تولید میکنه. دوستای خوب من، وقتی که شما از این کود یا از این محلول برای درخت خود استفاده میکنین، توسط برگ ها در همین شرایط فعلی در فصل خزان و پاییز جذب میشه. وقتی که جذب شد، این فورا میره در پندق ها و جوانه های گل ذخیره میشه. اونها بسیار قوی میشه، پرقدرت میشه، سالم و صحتمند میشه و بسیار با انرژی میشه. و این چی کار میشه؟ بعد فایده دومش که مقاومت پندک ها را در مقابل سرما، آفات و امراضی که ممکن در جریان زمستان به پندک ها بچسبه مقاوم میسازه. اینا را قدرتمند میسازه تا اینکه سرمای زمستان، آفت بسیار بزرگ هست که آفت طبیعی به شمار میره، درختان ما شما را از بین نبره. و همچنان آفاتی که مخصوصا قارچ ها، همچنان حشرات که روی پندک های گل تخم گذاری میکنه، روی جوانه های گل تخم گذاری میکنه، در مقابل اونها اینا بسیار مقاوم میشه. یعنی حتی کدام ضربه نیش حشره برش وارد شود، باز هم خیلی زود مریض نمیشه، خیلی زود بیمار نمیشه. پس این هم بسیار مهم هست. فایده سومش هم تو باعث طولانی ساختن عمر گل میشه. همین جوانه که تشکیل میشه، بعد گل تولید که میکنه، عمرش را بسیار طولانی میسازه. و وقتی که گل عمر طولانی داشت، چی نتیجه میگیریم از طولانی ساختن عمر گل؟ باعث گردافشانی میشه. وقتی که بر فرض شما در نظر بگیرین در یک هفته ای که گل تولید میکنه، خب 4 روز الی 5 روز یک گل به طور اوسط نیاز به گردافشانی داره و در همین زمان در صورتی که گرده بیایه القا میشه. و در همین زمان ممکن بارندگی باشه و بارندگی باعث عدم گردافشانی میشه، گرده ها سنگین میشه و انتقال نمیشه و بسیار مشکلات به وجود میاد. اگر عمر گل طولانی باشه، ممکن در همو دوره بارندگی باشه یا مشکلات دیگری باشه، باعث شوه که عمر گل طولانی باشه، توسط بعد آفتاب شوه و همچنان بارندگی قطع شوه، توسط کدام گرد افشانی، توسط بادی احتمال گرد افشانی را زیاد بسازه. پس طول عمر بسیار یک موضوع کلیدی هست. موضوع چهارم که فایده بسیار زیاد برای گل و همچنان درخت شما داره، میوه های با کیفیت بسیار عالی تولید میکنه. وقتی که جوانه ها قدرت داشته باشه، گل قدرت داشته باشه، مواد غذایی رو جذب کرده باشه، اون موقع هست که از یک طرف مقاوم در مقابل آفات و امراض هست، عمرش طولانی هست و بسیار با کیفیت هست. وقتی که کیفیتش بالا باشه، مثلا چطور ما شما میتونیم یک میوه رو با کیفیت تشخیص بدیم؟ یکی، آفات و امراض نداشته باشه، رنگ مرغوب داشته باشه، مزه خوب داشته باشه و در نهایت عمر طولانی در قسمت ذخیره کردن داشته باشه. مثلا شما سیب دارین، اگر از این فروتسید استفاده نکرده باشین، شاید بتونین یک ماه ذخیره کنین، و اگر از این استفاده کرده باشین، ممکن 1.5 ماه الی 2 ماه بتونین ذخیره کنین، چون مقاومت میوره ای بالا میبره.
خب ای بود از فایده های فروتسیت. کدام زمان ها شما میتونین ای را استفاده کنین؟ در سه زمان میتونین استفاده کنین که فعلا شما اگر در جریان فصل خزان یا پاییز قرار دارین، اولین زمان استفاده در فصل خزان یا پاییز است. کدام موقع؟ وقتی که برگ ها کاملا سبز هست. شما اگر در قریه قرار دارین که برگ های درختان شما کاملا سبز هست، واقعا خوششانس هستین که با این ویدیو برخوردین، چون اولین زمان استفاده از کد فروتسید در فصل خزان یا پاییز هست که برگ ها زرد نشده باشه. چرا من تاکید میکنم که برگ ها زرد نشده باشه؟ چون برگ ها باید سبز باشه. وقتی که شما این کد را پاش میتین روی درختان، توسط برگ ها دوباره جذب میشه، مواد غذایی ساخته میشه توسط برگ و فورا انتقال داده میشه به او جوانه ها و او پندق ها. وقتی که انتقال داده شد، مخصوصا اونها قوی و پرقدرت ظاهر میشه که این یک دور فورا شما باید اقدام کنین و این کد را از هر گوشه دنیا میتونین تهیه کنین و فورا استفاده کنین. دور دوم در جریان بهار پیش از باز شدن جوانه ها و همچنان پندق های گل هست. یک مقدار آماس میکنه، پندیده میشه و شما در امو دوره فورا باید استفاده کنین. اون موقع هم در پندق ها جذب میشه، یک مقدار رنگش تغییر میخوره و باعث قوی ساختن، مقاومت ساختن، طول عمر و همچنان خود گیاه ما و شما و مخصوصا پندق ها میشه و باعث گردافشانی بهتر میشه. و دوری سوم که ما باید استفاده کنیم بعد از گل هست، وقتی میوه ها رو میبینیم که تشکیل شده و ساجمه مانند شده و در حالت بزرگ شدن هست. این موقع وقتی ما شما استفاده میکنیم، این واقعا از کیفیت میوه ما شما تضمین میکنه و کیفیت میوه ما شما را بالا میبره، مقاومت میوه ما شما را بالا میبره. پس دوستای خوب من، چهار فایده بسیار مهم و اساسی که استفاده از فروتسید بود و همچنان سه زمانی که شما میتونین استفاده کنین اصلا از یاد نبرین. این موضوع رو جدی بگیرین. شما متوجه هستین درختان شما گل زیاد میکنه و اصلا میوه حاصل نمیده یا خیلی کم حاصل میده. این یگانه مشکلی هست که توجه اکثریت از باغداران باید جلب این شوه و شما باید خیلی تمرکز کنین و از استفاده کنین. خب دوستای خوبی من، رسیدیم به آخر این ویدیو. حتما ویدیو را لایک کنین تا بیشتر باغداران در سطح دنیا اگر مشکل دارن، اونا هم بتونن ببینن و کانال را سابسکرایب کنین تا اینکه از ویدیوهای جدیدی که قرار است ویدیوهای خزانی پخش شوه که خیلی مهم هست، شما اگر سابسکرایب کرده باشین اصلا نیاز نیست که به کدام مرجع دیگری مراجعه کنین. تمام را نظر به وقت مناسبش من برای شما ویدیو تهیه میکنم. اگر شما عضو کانال ما باشین، تمام ویدیوهای آموزشی نظر به فصل، نظر به ضرورت فصلی درختان شما من به دسترس شما قرار میدم. پس حتما سابسکرایب کنین تا اینکه عضو خانواده باغبان آزاد باشین، تا اینکه همه آموزش ها را فرا بگیرین. تا ویدیوی دیگر، شما را به خداوند یکتا بسپاریم.